جاری شدن سیلاب ها در میدان وردک تلفات جانی و خسارات مالی بر جا گذاشت. کرام الدین کریم گل تازه به آب داد. موج گرما در اروپا، هزاران نفر در اسپانیا و پرتغال جان باختند. جزئیات بیشتر این خبر. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. مشروع اخبار. ابو عزیفه صلاح الدین ایوبی از فرماندهان طالبان در جوزجان دو شب قبل حین گزمه از سوی افراد مسلح ناشناس زخمی شد و این انتقال به کابل جهت معالجه وفات یافت. مختار وفایی همچنان نگاشته است. عبدالرحمن از فرماندهان جبهه مقاومت ملی در اندراب کنار جنازه پسرش که در نبرد با طالبان جان باخته است. بارش باران شدید و جاری شدن سیلاب ها در مرکز و چندین ولسوالی ولایت میدان وردک جان یک کودک را گرفت و خسارات هنگفت مالی بر جا گذاشت. منابع محلی در ولایت می گوید که بارش باران شدید از جمعه شب 31 سرطان شروع شده و از سبب جاری شدن سیلاب ها در ولسوالی های بهسود، دای میرداد، جلریز، جغتو، سیدآباد و چک ولایت میدان وردک شده است. بر اساس معلومات این منابع، سیلاب های اخیر نزدیک به 500 جریب زمین زراعتی را تخریب کرده و بیشترین خسارات نیز باشندگان دره سنگلاخ ولسوالی جلریز متخبل شدند. در این حال مختار وفایی با نشر این عکس روی برگه فیسبوکش نگاشته است. کرام الدین کریم رئیس پیشین فدراسیون فوتبال افغانستان که متهم به تجاوز جنسی به دختران فوتبالیست است با مولوی ندیم والی طالبان برای کابل دیدار کرده است. و در پایان، دفتر اروپایی سازمان جهانی صحت اعلام کرده است که در پی تشدید موج گرما در شماری از کشورهای اروپایی 1700 نفر در اسپانیا و پرتغال جان باختند. هانس کلوگه مدیر منطقه سازمان جهانی صحت خواهان اقدام فوری مشترک کشورهای جهان برای مقابله با موج گرما و تغییرات آب و هوایی ناشی از گرمایش کره زمین شدند. به گفته مدیر منطقه سازمان جهانی صحت، تغییرات اقلیم موجودیت انسان بر کره زمین را به خطر انداخته و دولت ها باید فوراً اختلاف های خود را کنار بگذارند و به تعهدات و محدودیت های پذیرفته شده در توافقنامه سال 2015 پاریس پابند باشند. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.